اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رفع الله عنك لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا بأموالهم و انفسهم والله عليم بالمتقين. انما يستأمرك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبعونكم فتنة فيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. این تعبیر محبت آمیز در صدر آیه قرار گرفت، نظیر تحیت ثنا و مانند آن است که اشاره شد عفا الله عنك. بخش دومی است که لمه از انتله هم، این لمه اعتراض نیست، استفهام است و استفهام است برای توجیه مخاطبان حقیقی، نه خصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله. بخش سومش حتی یتبین است. این حتی یتبین گاهی غایت است، این کلمه حتی گاهی منفعت است. وقتی غایت باشد معناش آن است که وقتی اون حاصل شد دیگر اون مغیا جایی ندارد، این حکم اینقدر هست تا غایت حاصل بشود. وقتی غایت حاصل شد دیگه مغیا حاصل نیست. و اما اگر منفعت باشد نه تنها اون حکم تمام نمی شود، زائل نمی شود، بلکه شکوفاتر می شود و روشنتر می شود. پس حتی گاهی معنای غایت است، گاهی معنای منفعت. اگر به معنای غایت بود مغیا حکمش جدا و غایت حکمش جدا، یکی مثبت و دیگری منفی. و اما اگر منفعت بود حکمشون فرق میکند، اما این چیزی نیست که یکی مثبت باشد یکی منفی، بلکه اون مثبت شکوفاتر می شود، اون مثبت شفافتر می شود، ثابتتر می شود، محکمتر می شود. تفاوت این دو تعبیر را می شود با بررسی آیه سوره مبارکه بقره و سوره فصلت مشاهده کرد. در سوره مبارکه بقره به این صورت آمده است، آیه 187 سوره مبارکه بقره در جریان سوق این است: فرمود و کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل. فرمود در شب ماه رمضان اکل و شرب و انجام سایر مفطرات مجاز تا اینکه صبح صادق مشخص بشود و اون خط روشن صبح از نوار تاریک شب جدا بشود. چون در صبح کاذب یک خط روشن عمودی پدید می آید که زنب فرحان مثل دم گور که در عمود افق هست نه در افق افق، که این صبح کاذب است. بعد کم کم دو تا نوار کاملا مشخص است، یه نوار تاریک بالا یه نوار روشن پایین، کاملا مشخص است. اون نواری که سرتاسر افق را روشن کرده است پایین است، نشانه غروب شمس است. این نوار سرتاسر تاریک بالای افق که افقی است، این شب را نشون میدهد که به طرف ماست. وقتی این دو نوار مشخص شد
صبح صادق است. پس یه خط روشنی پدید می آید مثل دوم گرد که عمودی، این صبح تازه. اما وقتی این دو خط مثل دو تا نوار، یکی سر تا سر افق را تاریک کرده است بالا، یکی سر تا سر افق روشن کرده است پایین، این یه خط روشن است پایین و یه خط تاریک است بالا، تبین خیط ابیض از خیط اسود و خیط اسود از خیط ابیض، این میشه صبح. خب حتی یتبین لکم الخیط الابیض، که سراسر افق یک خط روشن زیر قرار گرفته و خیط اسود سر تا سر افق یه خط تاریک از رو بود، اینا کاملا جدا هستن. معلوم شد اول صبح. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. خب وقتی این تبین پیدا شد دیگه اکل و شرب جایز نیست. ثم اتم الصیام، جای روزه گرفتن است تا شب. پس حکم قبل از تبین جواز افطار است، حکم بعد از تبین عدم جواز افطار. وقتی مشخص شد دیگه اکل و شرب جایز نیست. این حتی برای غایت است، گاهی حتی برای منفعت است، نظیر اونچه که در پایان سوره مبارکه فصلت آمده. در پایان سوره فصلت آیه 53 این چنین است: سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انها الحق. ما آیات آفاقی و آیات انفسی را به اونها ارائه میکنیم تا معلوم بشود که ذات اقدس اله حق است، یا معلوم بشود که این وحی حق است، این کتاب آسمانی حق است، که بالاخره یه جامعه هم هست به اینها، که حالا ضمیر به کتاب آسمانی برگرده یا ضمیر به الله برگرده اختیار. اونگاه وقتی این آیات الهی را، آیات آفاقی و آیات انفسی را بنا ارائه کردیم و حق برشون روشن شد، این چی نیست که این حتی غایت باشد ما بعد دیگه حکم ما قبل نداشته باشد، ما از اون به بعد اشیاء خارجی آیات ما نباشد یا ما ارائه نکنیم، بلکه این حتی برای منفعت است. یعنی ما آیات آفاقی و آیات انفسی را نشون میدیم حتی یتبینه، یعنی لیتبینه، تا بر اینها روشن بشود که انها الحق. وقتی بر اینها روشن شد انها الحق، و این آیت آیت روشن می شود، اون علامت علامت شفافتر می شود. اگر قبلا اینها در یه حد معینی آیه حق بودن، الان دیگه آیه شفاف الهی هست. چون اگر کسی برای اون مسلم شد از راه بررسی آیات آفاقی و انفسی که خدا موجود است و قرآن کریم کلام اوست، از اون به بعد با اون منظر جهان را روشنتر و شفافتر می‌بینید. اگر قبلا اول آیات را می‌دید، بعد از آیات به زیر آیه پی می‌برد، بعداً به جایی می‌رسد که می‌گوید ما رأیت شأن الا و رأیت الله قبله و معه و بعده و ما. پس این حتی با حتی سوره مبارکه بقره فرق می‌کند، حتی غایت نیست. چون که در پایان سوره مبارکه نهلا همین طور است، وقتی در اونجا ذات اقدس را فرمود و عباد ربک حتی یأتی یکر یقین، نه یعنی معاذ الله وقتی به یقین رسیدی نظیر حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر دیگه رها کن، بلکه منظور آن است که وقتی به اونجا رسیدید دیگه عبادت شفافتر می شود. وعبد 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 ربک حتی یأتیک الیقین. چرا عبادت بکن؟ لیأتیک الیقین. حالا که یقین پیدا کردی عبادتت متیقنانه می شود، شکوفتر می شود. اگر قبلا خوفم من النار بود حالا جور دیگر است، اگر قبلا شوق الی الجنه بود حالا جور دیگر است، اگر قبلا حب بود الان اشد حبا لله است و هکذا.
که بعد از تبیین شکوفاتر از قبل از تبیین می شود. خب پس این حتی تبیینه گاهی به صورت غایت است، گاهی به صورت منفعت است. اگر غایت شد حکم به مثبت و منفی تقسیم می شود، قبل الغایه با بعد الغایه فرق کند، و اگر معنی لام منفعت بود فائده بود، حکم مثبت است منتها شفافتر شفافتر و روشنتر می شود. چرا روشنتر هست؟ همین آینه شفافتر خواهد بود، منتها قبلا در آینه معبود خدا را می دید، آیت بودن، جهان مرائی حق بود. الان طوریست که پشت آینه، درون آینه، بالای آینه، پایین آینه، همه آینه است. که ما رأیت شین الا و رأیت الله قبله و معه و بعد. خب در این کلمه که فرمود عفا الله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک، اگر بنی غایت باشد یعنی چرا عجله کردی در اذن دادن، میخواست صبر بکنیم معلوم بشه مؤمن کیست منافق کیست. وقتی معلوم شد که منافق کیست مؤمن کیست، راستگو کیست دروغگو کیست، اونگاه اون مؤمنین وقتی استیزان میکنن معلوم شد معذور است. نظیر جریان حنظله قصیر الملائکه باید به اونها اذن میدی. منافقین وقتی که استیزان میکنن معلوم شد دروغ میگن، به اونها اذن نمیدی. پس الان که اذن دادی یکسان به معذور و غیر معذور اذن دادی، اما وقتی تبیین بشود دیگه به معذور اذن میدی، به غیر معذور اذن نمیدی. لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، اونگاه تأذن للصادقین و لا تأذن الکاذبین. این در صورتی که حتی من غایت باشه. گاهی مسئله پیچیده است برای دیگران روشن نیست، اما گاهی جریان عمومی است. از یک طرف ذات اقدس اله فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این یه ندای رسمی ارتش اسلام است. یک از طرفی هم بجون باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این فرو خقافا و فقالا، هر که هر چه دارد سبک بار و سنگین بار با ترکت کنیم راه طولانی در پیش داریم. اینم دو. و مدینه هم یه شهر پیچیده و گسترده یه پرجمعیت نبود، یه شهر محدودی بود. این سه. خب همه آماده بودن که حرکت کنن و باربونشان جمع کردن این چهار، دیدن یه دستن تکون نمیخورن این پنج، برای اینا روشن شد که اینا منافقن. این ولو اراد الخروج لاعد لهم عده، اون ندای رسمی این است که واعد لهم استطعتم من قوته، هر چی دارید آماده باشید. و منادی اسلام رسما اعلام شده این فروخه خافن به سغالا. خب پس شعار رسمی اعد لهم استطعتم من قوته، دستور خاص این فروخه خافن به سغالا، هر کسی هر چی داشت آماده شد برای حرکت کردن، یه دست دن تکون نخوردن. و در این زمینه ذات اقدس را فبود ایلاس نمیخوان بیان، برای اینکه لو اراد الخروج لاعد له عده. خب هر کس میفهمد ایلا نمیخوان بیان دیگه. این یه کار پیچیده نیست، نظیر اون رموندن مرفوب مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان برگشت از غزوه تبوک نبود که شبانه کنار اون در سنگر بگیرن. خب پس اگر چون که این حتی برای غایت باشد، معنیش این است که فعلا نمیخواستی اذن بدی، میخواستی صبر بکنی تا معلوم شه منافق کیست مؤمن کیست. مؤمنین که اذن میگیرن حتما معذورن، بنا اذن میدی. منافق که اذن میگیرد معذور نیست، اونها اذن نمیدی. وقتی اذن ندادی اونها با عدم اذن تو، با اینکه موافق نیستی اینها قعود داشته باشن، اهل قعودن، اهل خروج نیستن. اونها همگان میفهمن، همگان میفهمن که اینا آمدن اذن بگیرن، شما اذن ندادید ولی معذالک نیامدن.
برای همه روشن میشه. وقتی تعلم الصادقین الذین صدقوا و تعلم الكاظمین شد، اونگاه به دیگران اجلس نمید. این در صورتی که حتی معنی غایت باشه، نظیر حتی سوره مبارکه بقره. اما اگر حتی نظیر بعباد ربک حتی یاتی که لقیم باشد، نظیر حتی سوره فصلت باشد، سنوریهم آیات ما فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، که معنای لیتبین است، یعنی میخواستی ثبت کنی از ندی تا معلوم بشه. تو وقتی از نداده بودی همه اینها مشمول انفراد شفافا و استقلالا بوده. وقتی همگان مشمول انفراد شفافا و استقلالا بودن، اونایی که لو اراد الخروج لعد له عده و عمدن دست به کار نشدن، معلوم شد منافقه. باید همه میفهمیدن. اگر از نمیدادی همه میفهمیدن که این چند نفر منافقه. خب پس توان این را دارد که حتی تبینه معنی لیتبینه باشد، یعنی میخواستی ثبت کنه از ندی تا مردم بفهمن این را کنه. منتها لیتبینه معلوم میشود که برای مردم میخواد بگد لیتبینه، وگرنه خود پیغمبر که برای او روشن بود، به دلیل همون بحثای دیروز که ذات اقدس اله اخبارش رو به اینا گزارش داد و پیغمبر فرمود قد نبعن الله من اخبار کنه، من هم سابقه تون رو دیدم، هم لاغه تون را با تنبیه الهی و گزارش الهی با خبر شده، سابقه تون را که لقد ارتقب الفتنه من قلب و قلب اکر امور را در جنگ احد دیدم، لاغه تون را هم که قد نبعن الله من اخبار کن. و خدا هم فرمود قل اعملوا فسیر الله عملكم و رسوله، نه یعنی بعد از عمل پیغمبر میبینه، خب بعد از عمل همه میبینه، اون طوری که خدا میبینه اون جور را ذات اقدس اله و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام ارائه میده. خب بعدم فرمود قد نبعنا الله من اخباركم، من میدونم چه قصدی داری. پس این حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، یعنی یتبین لهؤلاء المسلمین الذین صدقوا و الذین کذبوا. اما تعبیر تغییر سیاق که صدقوا را با فعل ماضی آوردن و کذب را به صورت اسم فاعل، در حقیقت صفت مشبه است نه اسم فاعل، منتها صفت مشبهی است که به بعد فاعل است، برای آن است که اون صدقه مال افراد عادی و این کاذبین مال این حرفی هاست، یعنی منافقینی که هم باطل رو هم باطلشون را متراکم می کنن، هم کارشون خلاف است، هم کار خلاف را با دروغ تأیید می کنن، هم دروغ را با قسم تأکید می کنن. مطلب دیگر است که این که در این موارد آمده سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا والله یعلم انهم لکاذبون، یا در موارد دیگر دارد که قسم دروغ همچه میکند همچه میکند، بازگشت کذب در قسم به اون محتواست، وگرنه قسم از اون جهت که انشاست صدق کذب در نمیدارد. قسم دروغ یعنی چی؟ یعنی اون مطلبی که روی او قسم خورده است دروغ است، یعنی قسم از اون جهت که انشاست نه صادق است نه کاذب. اون من که روشن بشود یه تبین لک الذین صدقوا، بله اون برای اینکه به شفافی برسد که کی صادق است، چون علم اهم از اون تبیین است، گاهی به وسیله عمل روشن میشه، گاهی به وسیله گزارش‌های الهی روشن میشه. خب بنابراین این که فرمود اینها دروغ میگن، اگر به مطلب اسناد داده بشه درسته، خبر گاهی صدق است گاهی کذب. اونا میگن لبستتنا لخرجنا معکم، در حالی که مستطیع بودن، بنابراین دروغ میگن. اما اگر به سوگند برسد قسم از اون جهت که انشاء است نه صدق برمیدارد نه کذب، مگر به لحاظ اون محتوا. خب درباره اینکه اینها
اذن گرفتن که خارج بشوند یا اذن گرفتن که بمانند و خارج نشوند، دو نظر است. یک نظر معروف بین اهل تفسیر است و این است که اینا اذن گرفتن که بمانند. برخی ها از قدما احتمال دادن که اینا اذن گرفتن که بیاید به ذات اقدس اله. اتابش به تعبیر اونها این است که چرا به اینا اجازه داد اینا بیان؟ اینا اگر بیاین ما زادوکم الله خبالا والاوزع و خلالک اون فتنه و فیکم سماعون لهم، اینا بیان منشأ فتنه، چرا اینا اجازه دادی بیان؟ به قرینه اون آیات بعدی گفتن به این که این ناظر به اذن در خروج است. لکن این برداشت هم نیست، چون سیاق آیات درباره تخلف است، به دلیل اینکه در چندین آیه پشت سر هم دارد که وقتی شما آمدید یعتذرون الیکم، عذرخواهی میکنند که ما اگر میتونستیم میآمدیم. یحلفون بالله لتردوا عنکم فان تردوا عنکم فان الله لا یرضى بمانند. و آیه صدر محل بحث است که این است که میگویند لو استطعنا لخرجنا معکم، نشانه آن است که اینا استیذان کردن برای قعود و نرفتن، نه برای خروج و برای رفتن. خب پس محور اذن قعود بود. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، همه این آیات نشون میدهد که اونا اذن گرفتن که به جبهه نروند، به قاعد باشند. مطلب دیگر آن است که اون چه در بحث دیروز گفته شد که سبحنا و سبحت الملائکه به مانند اون ناظر به زمان بلوغ و امثال ذالک است، برای آن است که برای اهل بیت علیهم السلام درجات و شؤونی است. یه بحث مربوط به قوس نزول است که اینها در قوس نزول صادر اولن، اول ما خلق الله نور و نبینا و مانند اون که وارد شده است. به اون حساب البته برتر از ملائکه‌ن، معلم ملائکه‌ن و مانند اون، چون که مسجود ملائکه‌ن و مانند اون که مقام اونها هم مقام خلیفت الله است. یکی هم به لحاظ قوس صعود است که از دوران کودکی شروع می شود. از این جهت که در قوس صعود از دوران کودکی شروع می شود، لحظه به لحظه احتیاج دارند که ذات اقدس اله اونها را تدبیر کند، حالا یا مال واسطه یا بلا واسطه مدبر اونها باشد. در قطبه قاطعه که همون قطبه 192 نهج البلاغه است، بند 117 خطبه قاطعه این است، حضور بارک است امیر سلام الله علیه می فرماید که ولقد قرر الله بهی صلی الله علیه و آله وسلم من لدن ان کان فتیمن اعظم ملک من ملائکته یسلک بهی طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل. فرمود ذات اقدس اله از همون دوران فتام و بازگیری وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از شیر، مثلا همین که دوران 2 سالگی رسید از شیر مادر جدا شد، بزرگترین فرشته از فرشتگان خود را مأمور تدبیر و تربیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد که راه های مکارم را به اون نشون میداد و محاسن اخلاق را به او ارائه میکرد و مانند. اینی که ابن هشام در سیرش نقل میکند اونم از همه این تأییدا برمیخیزد. ابن هشام در سیرش نقل میکند که چون وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مادر را در دوران شیرخواری از دست داد، بر اون حضرت دایه آورده، دایه وقتی پستان مثلا راست را به دهن حضرت صلی الله علیه و سلم میگذاشت، حضرت امتصاص میکرد میمکید، پستان دیگر را میگذاشت نمیمکید. این برای دایه روشن نبود که چرا یه پستان را قبول میکنه. به هر وسیله است بالاخره با زبان و حال و مقال و کیفیت قرائنا فهمید که مقصود حضرت سلام الله علیه این است که بالاخره من یه همشیری هم دارم، اون فرزند تو که همشیر من است
سهم او در پستان دیگر تعبیه شده و من سهم همشیرم را امتصاص نمی کنم. به خواهر میگن همشیر، به برادرم میگن همشیر، چون فارسی که تای تانیز قبول نمی کنند تا بگه همشیره که. بنابراین هم خواهر همشیر است، هم برادر همشیر. خب من یه همشیری هم دارم. خب این که یک کسی کودکی در دوران کودکی مواظب قسط و عدل باشد، این به وسیله اعظم الملائکه است که مدبر اوست به اذن ذات اقدس اله. بنابراین اینها در یه مرحله مسجود ملائکن، معلم ملائکن، تعلیم اسما میدن و سبحنا و سبحت الملائکه به اون بخش برمیگرده. در قوس صعود که به تدریج از این طرف بالا میروند، فرشتگانی هم به عنایت الهی تدبیر اونها رو بگذارند. والحمدلله.